شهر استانبول ترکیه در شرایطی میزبان نشست پیمان آتلانتیک شمالی است که تنشها بین ترکیه و کشورهای اروپایی عضو این پیمان بالا گرفته است ناتو از سوی دیگر نگران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا است که در طول مبارزه های انتخاباتی بارها از عملکرد ناتو انتقاد کرده بود دبیر کل ناتو از کشورهای عضو این پیمان خواست که با عضویت مونتنگرو موافقت کنند ینس استولتنبرگ گفت you know. پارلمان کشورها درباره عضویت اعضای جدید در ناتو تصمیم گیری می کنند. ما در حال گسترش ناتو با اعضای جدیدی مثل مونتنگرو هستیم من از همه پارلمان ها و دولت هایی که هنوز با عضویت مونتنگرو موافقت نکردند می خواهم که با عضویت این کشور موافقت کنند <متنگلت> رئیس جمهوری ترکیه میزبان این نشست درباره پناهنده شدن شماری از نظامیان ترکیه به کشورهای اروپایی به متحدان ترکیه در ناتو هشدار داد رجب طیب بردوغان پیشتر این افراد را تروریست خوانده بود و از کشورهای اروپایی خواسته بود که آنها را به ترکیه تحویل دهند آقای اردوغان گفت ترکیه به عنوان کشوری که قربانی تروریسم است نمیتواند این مسئله را تحمل کند که اعضای پکاکا به راحتی در کشورهای اروپایی سفر می کند و می در پارلمان اروپا رفت آمد کنند در حالی که تصویر رهبر پکاکا را در دست دارند چند نفر از افسران ارتش ترکیه به کشورهای اروپایی که در آنها در حال انجام مأموریت بودند پناهنده شدند آنها دلیل این اقدام را نگرانی از بازداشت توسط نیروهای امنیتی ترکیه در پی کودتای نافرجام چهار ماه قبل عنوان کردند. پس از این کودتا هزاران نفر از نیروهای نظامی ترکیه بازداشت شدند.